جاناتان بر فراز صخره‌های دور به آرامی میچرخید و مینگریست. این فلچر مرغ جوان و ناشی کم و بیش پرواز آموز شایسته‌ای بود. او در هوا پرتوان و سبک و تند پرواز بود. اما مهمتر آنکه انگیزه نیرومند برای یادگیری داشت. آنک در دمی پدیدار شد. پرهیبی خاکستری و پریده رنگ که فریاد زنان از شیرجهی سر به در آورد. آنگاه با سرعت 240 کیلومتر در ساعت از کنار آموزگارش گذشت. پرشی ناگهانی و آنگاه تمرینی دیگر. 16 دور در چرخش آرام و عمود که هر دو با صدای بلند می شمردند. 8، 9، 10. ببین جاناتان، من دارم سرعت عادی را پشت سر می گذارم. 11، من از ایستادنهای زیبا و تند چون ایستادنهای تو را می خواهم. 12، اما لعنتی من نمی توانم. 13، این صدور آخر بدونه. 14، افت فلچر از اوج. از آنجا که از شکستش به خشم آمده بود، بدتر جلوه نمود. احساس کرد که خنگ است. با صدا و وحشیانه در چرخشی باژگونه غلطید. و سرانجام 300 متر پایین تر از آموزگارش نفس نفس زنان پروازش را مهار کرد. تو داری وقتت را با من تلف میکنی جاناتان. من بیش از اندازه گیجم. بیش از اندازه کودنم. میکوشم و میکوشم. اما هرگز پیروز نمیشوم. جاناتان نگاهش کرد و سری تکان داد. تا وقتی چندان تند و ناگهانی خود را بالا میکشی، تردیدی نیست که هرگز پیروز نخواهی شد. فلچر، تو در آغاز پرواز کم و بیش 60 کیلومتر در ساعت را از دست دادی. راهی به جز نرمش در کار نیست. استوار اما نرم. در یاد داشته باش. او خود را به جایی که مرغ جوانتر می پرید رساند. حالا بیا با هم در هیئتی آن را انجام بدهیم. بالا کشیدن تن خود را به یاد بیاور. آغازی آسان و نرم است. در پایان 3 ماه جاناتان 6 شاگرد دیگر داشت. همه طرد شده اما کنجکاو درباره این فکر شگفت نوپرواز برای شادی پریدند. هنوز برای آنها بلند پرواز کردن به شکل‌های پیچیده آسان‌تر از درک مفهومی بود که در پس آن پنهان بود. جاناتان عصرها در ساحل چنین می گفت: هر یک از ما به راستی نمونه ای از مرغ بزرگ هستیم. نمونه ای از بیکرانگی آزادی. پرواز بی عیب و نقص ما گامیست به سوی بیان سرشت راستین ما. همه چیزهایی را که دست و پاگیرمان می شود باید از میان برداریم. این است سبب همه این تمرین ها برای رسیدن به تند پروازی یا کند پروازی و شکل های پیچیده هوانوردی متعالی. و شاگردانش به خواب می رفتند، خسته از پروازی روزانه. آنها تمرین را دوست می داشتند، چرا که تند و هیجان انگیز بود و تشنگی آموختن چیزهای تازه را که با هر درس بیشتر می شد فرو می نشاند. اما هیچ یک از آنان، حتی فلچرلیند، به باور اینکه پرواز اندیشه ها می تواند به حقانیت پرواز پروباد باشد نرسیده بود. جاناتان بارها می گفت: تمام تن شما از نوک این بال تا نوک آن بال چیزی بیش از اندیشه شما در نمایی که می توانید ببینیدش نیست.
بندهای تفکرتان را بگسلید تا تن رها گردد. اما به هر حال سخنانش به افسانه شیرین میمانست و آنها بیشتر و بیشتر به خواب میرفتند. درست یک ماه بعد بود که جاناتان گفت هنگام بازگشت به گله است. هنری کالوین مرغ دریایی گفت ما آماده نیستیم. ما را پذیرا نخواهند شد. ما طرد شده ایم. ما نمی توانیم خود را ناگزیر به رفتن به جایی کنیم که خوش آمد ما نمی گویند. می توانیم؟ جاناتان پاسخ داد ما آزادیم به هر کجا که می خواهیم برویم و چنان که هستیم باشیم. و از روی ماسه ها به سوی خاور پرواز کرد، به سوی سرزمین گله. مدتی شاگردانش گیج شدند، زیرا قانون گله این است که طرد شده هرگز باز نمی گردد. ولی قانون در 10,000 سال حتی یک بار نیز شکسته نشده بود. قانون می گفت ایست. جاناتان می گفت حرکت کن. و اکنون او 1 کیلومتر فراز آب پیش رفته بود. اگر آنها برای رفتن بیش از این پاسست می کردن، او به تنهایی با گله ستیز جو رویارو می شد. فلچر با ترس و تردید گفت خب اگر ما بخشی از گله نباشیم، مجبور نیستیم که از قانون پیروی کنیم. چنین نیست؟ از این گذشته اگر این پیکاری باشد در آنجا بسیار بیش از اینجا یاری دهنده خواهیم بود. و به این سان سپید دم آن روز 8 مرغ دریایی در 2 دسته به شکل لوزی بال در بال به پرواز در آمدند با سرعت 215 کیلومتر در ساعت. آنان به شورای ساحلی گله رسیدند. جاناتان در پیش، فلچر چالاک در کنار بال راستش و هنری کالوین که دلاورانه از پس باد برمی آمد کنار بال چپش. آنها به آرامی و یک پارچه به راست چرخیدند. گویی که فقط یک پرنده فرود می آمد و باژگون می شد و فرود می آمد. باد بر همه آنان تازیانه می زد. پدیدار شدن آن گروه تازه رسیده در آسمان گله چون خنجری بزرگ آوای مرغ‌ها را برید و هیاهوی زندگی هر روزشان را از هم گسست و 8,000 چشم مرغ دریایی بی پلک بر هم زدنی خیره ماند. تک تک هر یک از 8 پرنده سریع در چرخشی دایره وار خود را به بالا کشیدند و در این گردش از سرعت کاستند و سبک و استوار بر ماسه ها نشستند. سپس همچون روزهای دیگر جاناتان مرغ دریایی آغاز به خردگیری از پرواز کرد. با نیشخندی گفت در آغاز همگی در هم پروازی کمی کند بودید. زمزمه چون آذرخش در گله افتاد. آنان همان پرندگان طرد شدند و حالا بازگشتند. اما این ممکن نیست. پیشگویی های فلچر از نبرد در حیرت گله گم شد. تنی چند از مرغان جوانتر می گفتند بسیار خوب، گیریم که آنان طرد شده باشند. اما در کجا این طور پرواز کردنی را یاد گرفتند؟ ساعتی به درازا کشید تا پیام بزرگ گله در میان گله پیچید. از آنان چشم فرو پوشید. مرغی که با رانده شده ای به سخن گفتن در آید، خود نیز چون او رانده شده به حساب می آید.
مرغی که رانده شده ای را محترم به شمارد، قانون گله را شکسته است. از آن پس پشت مرغ‌ها با پرهای خاکستری روبروی جاناتان بود. اما جاناتان اعتنایی نداشت. او درست فراز شورای ساحلی به تمرین می پرداخت و برای نخستین بار آغاز به سخت گرفتن بر شاگردانش تا حد تواناییشان کرد. در آسمان فریاد برآورد: مارتین مرغ دریایی، تو گفتی که پرواز آرام را می دانی. تا هنگامی که آن را ثابت نکرده ای هیچ نمی دانی. به پرواز درآی. از این رو مارتین ویلیام مرغ دریایی کوچک و آرام تا از تیغ نگاه آموزگارش بگریزد چنان از جا جهید که خود نیز در شگفت ماند و به این ترتیب به نمایشی افسون کننده از پرهای آرام دست یافت. در سبکترین نسیم توانست برای خیز برداشتن و فرود آمدن دوباره پرهایش را خم کند. بی آنکه از ماسه تا ابر و از ابر تا ماسه یک بار بال بر هم بزند. چارلز مرغ دریایی نیز از ستیق کوه باد بزرگ تا بلندای 7000 متری پرید و از حریر هوای خنک نیلگونه فرود آمد. در شگفت و شاد برای این رنگ که فردا نیز بالاتر بپرد. فلچر مرغ دریایی که هیچ کس چون او عاشق هوانوردی نبود پیروزمندانه به 16 چرخش آرام عمودی خود دست یافت و روز بعد پیروزی خود را با 3 پشتک به اوج رساند و در روشنایی آفتاب پرهایش در نگاه پرندگانی که در ساحل دزدکی تماشایش می کردند سپید می درخشید. همواره جاناتان در کنار یکی از شاگردانش بود. شرح می داد، پیشنهاد می کرد، سخت می گرفت و رحمی نمود. برای سرگرم شدن با آنان در شب و در ابر و در طوفان به پرواز در می آمد. و هم در این زمان گله پرندگان بیچارهوار بر زمین گرد هم آمده بودند. پرواز که به پایان می رسید شاگردان بر ماسه ها یله می دادند و اینک به سخنان جاناتان دقیق تر گوش فرا می دادند. او چنان اندیشه های پرشوری در سر داشت که آنها را نمی توانستند درک کنند. با این همه پندارهایی نیز داشت که آنها توانایی درک و دریافت آن را داشتند. کم کمک در شب حلقه دیگر گرداگرد حلقه شاگردان شکل گرفت. حلقه از پرندگانی که خواستار یادگیری بودند و در تاریکی ساعتها گوش فرا می دادند و نمی خواستند کسی را ببینند و یا دیده شوند و پیش از دمیدن آفتاب ناپدید می شدند. درست 1 ماه بعد از بازگشت بود که نخستین پرنده گله را ترک کرد و خواست تا چگونگی به پرواز در آمدن را بیاموزد. این خواستن سبب محکومیت مرغ دریایی شد. رانده شده انگشت نما و 8 شاگرد جاناتان. شب دیگر ماینارد مرغ دریایی از گله آمد. همچنان که بر ماسه ها کج و مج می شد و بال چپش را بر زمین می کشید، پیش پای جاناتان فرود افتاد. بسیار آرام گفت: کمکم کن. مثل کسی رو به مرگ حرف می زد. بیش از هر چیز دیگری در جهان عاشق به پرواز در آمدنم. جاناتان گفت: پس پیشای، همراه من از زمین برخیز و به پرواز درآی.
ما آغاز خواهیم کرد. مگر نمی بینی؟ بالم. نمی توانم بالم را به حرکت درآورم. ماینارد، مرغ دریایی، تو این آزادی را داری که خود باشی، خیشتن راستین خود، اینجا و اکنون، و هیچ چیز دیگر نمی تواند سد راه تو شود. این قانون مرغ دریایی بزرگ است، قانونی که هست. می خواهی بگویی که من می توانم به پرواز درآیم؟ من می گویم که تو آزادی. به سادگی و چابکی، ماینارد، مرغ دریایی بالهایش را گسترد بی هیچ کوششی و در هوای شب سیاه به پرواز درآمد. گله با غریو او از خواب پرید. از بلندای 150 متری تا آنجا که در توانش بود فریادی بلند برآورد. من می توانم به پرواز درآیم. گوش فرا دهید، می توانم به پرواز درآیم. با طلوع آفتاب نزدیک به 1000 پرنده گرداگرد حلقه شاگردان ایستاده بودند و با شوق ماینارد را تماشا می کردند. آنان به اینکه دیده شوند یا نه اهمیتی نمی دادند و گوش فرا داده بودند و سعی داشتند تا سخنان جاناتان را دریابند. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.